بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه، انشاءالله که سالم و صحتمند باشین. بحث امروز ما و شما در لکچر اول هفته پنجم یا لکچر نهم فارماکولوژی بحث ویتامین ها و منرال ها می باشه. خب ویتامین ها و منرال ها یک گروپی بزرگی از مواد مکمل یا تکمیل کننده های تغذیه انسان می باشه که برای پیشبرد تعاملات بیوشیمیایی، برای ساخت بسیاری از مواد ترکیبی در داخل بدن انسان، برای کارکرد درست بسیاری از ارگان ها لازم و ضروری می باشه. ما شما لکچر ویتامین ها و منرال ها در یک هفته، یعنی در 2 ساعت درسی با همدیگه پیش می برین، انشاءالله که استفاده بشه. در کل ویتامین ها، بحث شروع ما یا اول بحث ما، ویتامین ها جمله موادی گفته میشه که برای میتابولیزم نرمال موجود در بدن ما 100% ضروری هن. در کل به خاطر اهمیت بالای ویتامین ها، انسان ها یک مقداری از ویتامین ها در عضویت خود خود میتونن تولید کنن و بسیاری از ویتامین ها از منابع خارجی نیازمندن. مقداری از ویتامین دی و یک مقداری هم از نیکوتینماید در داخل عضویت انسان تولید میشه. متبقی این ویتامین ها رو بعد از طریق رژیم غذایی انسان ها به دست بیارن. فقدان ویتامین ها میتونه یک بیماری ابتدایی باشه، به این معنا که خودش یک بیماری خالص باشه بدون هیچ بیماری زمینه ای دیگه، فرد مصاب به کمبود ویتامین ها شه، و میتونه کمبود ویتامین ها به شکل ثانویه در سیر بعضی از امراض مزمن التهابی یا امراض مزمن به اصطلاح اوتوایمیون یا بیماری های ناتوان کننده، میتونه کمبود ویتامین در زمینی از اونا به شکل ثانویه رخ بده. خب اعراض و علائم کمبود هر کدوم از ویتامین ها متفاوته. متوجه باشیم که زمانی که ویتامین ما برای مریض میخوایم تطبیق کنیم، فقط ویتامینی رو تطبیق کنیم که مریض از همو ویتامین دچار فقدان یا دچار کمبوده، به این معنا که دادن مستظرات مولتی ویتامین به هدف تداوی فقدان یک ویتامین خاص فایده نداره. مثلا اگه بیمار کمبود ویتامین دی داره، مشتقات ویتامین دی به اشکال مختلف وجود داره برش توصیه بشه. هرچند خیلی از ماها شاید به این حرف عمل هم نکنیم و زیر خواهش و اصرار مریضا قرار بگیریم و مولتی ویتامین برای مریض توصیه کنیم، ولی باید متوجه باشیم که این کار اکثر ما و شما هیچ اندیکشن یا استدباب علمی نداره. مستظرات مولتی ویتامین مشکلی و اینه که از بعضی از ویتامین ها مقدار کمی دارم و از بعضی دیگه مقدار بلندتر. اگر بیمار یا دکتر اشتباهن یا عمدن این دوار با دوز بلند توصیه کنه، ممکنه به خاطر رسیدن به هدف تداوی یک ویتامین سمیت دیگه ویتامین ها رخ بده، چون اونا ترکیبن و ویتامین های متعدد رو در ترکیب خود دارن. خب یک وجیزه بسیار ساده اینه که اگر میخواییم شما از کمبود ویتامین وقایع کنیم، برای وقایع دیگه مولتی ویتامین و ویتامین ندیم. بهترین راه برای وقایع از کمبود ویتامین ها مصرف غذاهای حاوی ویتامینه. کتاب های فارماکولوژی میگه پول دواهای مولتی ویتامین رنگ و رنگ و گران قیمت به مریض توصیه کنیم که بروی منابع طبیعی ویتامین مصرف کنه، مثل میوه ها، لبنیات، گوشت و امثال هم. خب مولتی ویتامین ها متاسفانه با وجود هم از این حرفا از پرمصرف ترین نمونه های دوایی در دواخونه ها و ماینه خونه های، اما دادن از اونها به هدف از این که مریض تقویه بشه یا به هدف از این که از انتانات و بیماری های مزمن وقایع و پیشگیری بشه، متاسفانه یک عمل بیفایده و غیر ضروری می باشه. خب به می خاطر که WHO مستظراتی که به شکل پولی فارمیسی یا به شکل چندین دوا در ترکیب یک تابلت یا کپسول وجود داره مر از جمله ادوی اساسی حساب نمیکنه. به خاطر بسپریم که مولتی ویتامین دوای قوت یا دوای مقوی نمی باشه. ما و شما از نگاه علمی بهتر میفهمیم که انرژی مورد نیاز بدن انسان امو ادینوزین ترایفوسفاته که ما باید برای از اینکه انرژی بگیریم غذای مصرف کنیم که بتونه در مسیر متابولیسم خود خود به ATP تبدیل شه. منابع عمده ATP معمولا کربوهیدرات ها، شحمیات و بعضی از مواقع پروتئین های. هیچ ویتامینی
به پیمانه آنچنانی ATP تولید نمی کنه که بتونه برای ما قوت یا مقویت بده. بسیاری از نوشابه های انرژیزا و نوشابه های تونیک که به نام های تجارتی مختلف به بازار عرضه میشه و ادعا میشه که با نوشیدن از او فرد میتونه نیروی مبارزه یا دوش یا یک تمرین سپورتی را انجام بده، صحت علمی نداره. بیشتر از اونا دهاوی دواهای محرک سیستم عصبی سمپاتیکن مثل کافئین، بعض از اونا تو اندازه مشتقات تحریک کننده آخذه های سیستم سمپاتیک مثل افدرین و سودو افدرین دارا می باشن، ادی از اونا دارای هورمون های استرویدی مثل کورتیزول می باشن و تا یک اندازه هم در ترکیب خود خو گلوکوز یا شکر فوق العاده بلند دارن که تمام از اونا برای صحت دندان و کبد و کلیه و در کل صحت عمومی بدن فوق العاده مضر است و میشه که یک تحقیق کلی راجع به مصرف انرژیزاهای تقلبی یا واقعی یا مصرف پروتین ها برای به اصطلاح پرورش اندام و اهداف مختلف تگه که غلط و غیر علمی صورت میگیره نیاز به تحقیق داره و ضرورت به تحقیق احساس میشه. همچنین پیشتر شما گفتم که این نوشابه های انرژیزا اکثرا کافئین دارن که برای بیمار قلبی که میخوای به اصطلاح قوت بگیره مثل زهر وری عمل میکنه. از طرف دیگه ادعاهای غیر علمی وجود داره که اگه ویتامین ها کم باشن امراض مزمن امکان داره زیاد شن و شدت کسب کنم. خب اگر ایت یک گمان کلینیکی دکتر داشته باشه میتونه کمبود ویتامین ها در قدم اول با مصرف منابع طبیعی و اگر نشد با مصرف خود دوای ویتامین مخصوص جبران کنه. خوشبختانه اکثر ویتامین ها با وجود سالنگریه که ما میکنیم و سوی مصرف هایی که ما میکنیم اکثر ویتامین ها تأثیرات سمی ندارن، اما ویتامین های مثل ویتامین های منحل در شم به خصوص ویتامین A یا A، ویتامین D2 و پایریدوکسین که ویتامین به اصطلاح B6 میباشه، این ممکنه تأثیرات جانبی خرابی داشته باشه و باعث توکسیسیتی یا سمیت هم بشه. ویتامین ها از نگاه ساختار کیمیاوی خب به دو گروه ویتامین های منحل در آب و ویتامین های منحل در شم تقسیم بندی میشن. ویتامین های منحل در آب شامل ویتامین های گروه بی می باشه، بی کامپلکس هم اینا رو میگم، B1 و B2 و B3 و B6 و B12 و امثال هم، و ویتامین های منحل در شم 4 تا ویتامین عمده A, D, E و K می باشه. خب ما و شما از ویتامین های منحل در آب که به اصطلاح شروع میکنیم، البته یک ویتامین مهم منحل در آب که باید ذکر بشه ویتامین سی می باشه که اسکوربیک اسید یا ویتامین منحل در آب می باشه. ما در اینجا به سلاید هم برای شما اضافه کنم که ویتامین های منحل در آب شامل ویتامین های گروپ بی و همچنین ویتامین سی. و ویتامین های منحل در شم اونا باز شامل ویتامین های A, D و E و K می باشن که هر کدوم از اونا نظر به ضرورت میتونه برای بیمار در صورت استتباب تطبیق بشه که پیشتر خدمت شما توضیحات از او ارائه شد. خب خود ویتامین C یا اسکوربیک اسید یک ویتامین منحل در آبه. کمبود از او سبب بیماری میشه به نام بیماری اسکوروی که مشخصات بیماری اسکوروی خونریزی های زیر جلدی و خونریزی های لثه ها یا جنجیوا یا بیره ها میباشه که میتونه نهایتا منجر به انیمی یا کمخونی هم بشه. از طرف دیگه این ویتامین سی یک ماده بسیار ضروری برای ترکیب یا برای ساختن کلاژن می باشه. ویتامین سی خاصیت آنتی اکسیدانت داره و از اکسیدیشن ساختمان های مهم داخل حجروی جلوگیری میکنه. ویتامین سی با نقش آنتی اکسیدانتی که داره رادیکال های آزادی که خاصیت اکسیدایز کردن یا اکسیدیشن کردن اعضای حجروی و قشای حجروی دارن این خاصیت رو داره و با این خاصیت آنتی اکسیدانت خوب ضد از اونها مبارزه میکنه. میتونه عوامل اکسیدانت داخل المنشأ مثل گونه های فعال اکسیژن که به اثر عوامل مختلف فعال میشن و اکسیدانت های خارج المنشأ که به طور مثال از دود سیگار شاید منشأ بگیرن، این ویتامین سی خونسا بسازه هم برای تداوی و هم برای به اصطلاح وقایع
در کمبود ویتامین سی یا مرض اسکوربی دوا توصیه میشه. ای که ویتامین سی موثریت داشته باشه در تداوی انفلانزاها و سرماخوردگی های فصلی و رزش های موسمی ادعای علمی نمی باشه، ولی بدون شک ویتامین سی یک نقش تقویه کننده سیستم دفاعی با مو خاصیت آنتی اکسیدانت خوب بازی میکنه، ولی بعید به نظر میرسه که در جریان سرماخوردگی یا کامان کولد که بیمار داره توصیه ویتامین سی بتونه باعث شفایابی شه. ممکنه برای آینده در افزایش قدرت دفاعی عضویت بیمار نقش بازی کنه، اما در تداوی رزش ها به شکل کنتروورشیال و به شکل به اصطلاح عادتی از طرف بعضی از دکترها توصیه میشه و به او باور دارن. خب عوارض جانبی ویتامین سی به خصوص عوارض معده مایعیه، چون خود از اسکوربیک اسید اگر از طریق فمی مصرف شه که تخریشات معده مایعی شدیدی ایجاد میکنه، حتی از طریق زرقی هم اگر به مقدار بلند توصیه بشه ویتامین سی میتونه باعث دردای بطن و متشوشات معده مایعی بشه. مقدار استفاده ویتامین سی برای کاهلان و اطفال از 25 میلی گرم تا 75 میلی گرم روزانه برای وقایع استفاده میشه، برای وقایع از کمبود، و برای تداوی کمبود ویتامین سی 250 میلی گرم با دوزای شکسته و منقسم توصیه میشه. هم مستحضرات خوراکی از او به شکل تابلت جویدنی، به شکل تابلت افروسنت یا جوشی و به شکل آمپول وجود داره. ویتامین دی یک ویتامین دیگه است، از جمله ویتامین های منحل در شم می باشه. گروپی از دواهای و مواد کیمیایی مشابهی هستند که در تداوی رکتس و استیوملاسی تجویز میشن. هر دو تا از این بیماری ها بیماری های نسج استخوانی هستند که رکتس بیماری بس نرمی استخوان یا کجی استخوان در اطفال و استیوملاسی عین بیماری منتها در بزرگسالان به این نام یاد میشه. ویتامین دی به اشکال مختلف به دست می آید، عموماً ویتامین دی دو یا ارگو کالسیفرول از ارگوسترول قشای حجره توسط تشعشع یو اولتراویولت یا ماورای بنفش به دست می آید، و ویتامین دی سه یا کولی کالسیفرول از دای هایدروکلسترول توسط تشعشع شعاع ماورای بنفش به دست می آید. یعنی ویتامین دی دو و دی سه هر دو تا توسط شعاع ماورای بنفش به دست می آیند، ولی ویتامین دی دو از ارگوسترول به دست می آید و ویتامین دی سی از دی هایدرو کلسترول به دست میاد. حلقه اولیه از اونها با هم دیگه تفاوت داره. شکل امی ویتامین دی سی یا شکلی که از دای هایدرو کلسترول به دست میاد در غذا هم وجود داره و در جلد ما هم همین شکل ویتامین دی سی ترکیب میشه. کاری که ویتامین دی سی میکنه اینه که کلسیم و فسفرس از روده ها جذب میکنه و با کمک هورمون غده پاراتایروئید سبب میشه که کلسیم و فسفرس وارد استخوان ها شن، یعنی منرالایزیشن یا همو منرال سازی یا منرال دهی یا سمن سازی استخوانی شکل بگیره. بر علاوه که کلسیم و فسفرس از امعا جذب میکنه و کلسیم وارد استخوان ها برای منرال سازی میکنه، این دو کار سوم ویتامین دی اینه که حتی از طریق کلیه ها هم جذب دوباره کلسیم و فسفات کنترل میکنه و نمیگذاره که مقدارهای اضافی از اینا از کلیه ها تو اتراش هم و سوی از اینا حفظ میکنه. ویتامین دی چون منحل در شمع و میتابولیزم خاص و تراکم در نفس شمعی داره، یک دوز بلند از این ممکنه تا 6 ماه دوام اثر داشته باشه. معمولا برای کمبود ویتامین دی، برای بیماری رکتس که ناشی از کمبود ویتامین دی در طفولیت و استیوملاسی که عین بیماری در بزرگسالیه، برای تداوی هایپوکلسیمی که به خاطر کاهش فعالیت غدایدات درقه یا مو غدایدات پاراتایروید هست، ای تجویز میشه. ویتامین دی به 4 شکل پیدا میشه، ارگوکلسیفرول و کولیکلسیفرول که بیشتر به شما گفتم، ویتامین دی دو و دی سی ان، الفا کلسیدول که همون یک الفا هایدروکسی کولیکلسیفروله و کلسیترایول که یک 25 دای هایدروکسی کولیکلسیفرول میباشه. نظر به نوع بیماری فرد این دواها برای بیمار قابل تجویزن. کولیکلسیفرول یا ویتامین دی سی شکل مروج
قابل استفاده از او در بیماران می باشه. ویتامین دی خودی به حالت عادی و اولیه یک پروهورمونه که فعال نیه، پیش هورمونه و در جلد انسان ها زمانی که شعاع آفتاب با مو اشعه ماورای بنفش خو با تماس دی هایدروکلسترول میایه در جلد، شعاع آفتاب بر روی از این ماده تاثیر میکنه و ویتامین ر میسازه. البته بازم ویتامین میگم مراحل دیگه طی کنه، اول ویتامین در کبد میره هایدروکسیلیشن میشه و با هایدروکسیلیشن که صورت میگیره به کربن 25 از او گروپ OH یا گروپ هایدروکسیل نصب میشه به نام 25 هایدروکسی کلیکلسیفرول یاد میشه و بعد از او میره به کلیه و در کلیه به کربن شماره 1 از این مرکب گروپ هایدروکسیل وصل میشه و هایدروکسیلیشن میشه، تبدیل میشه به دای، یعنی دو تا گروپ هایدروکسیل داره، دای هایدروکسی، دو تا گروپ هایدروکسیل کلیکلسیفرول، که این دای هایدروکسی یعنی دو تا گروپ هایدروکسی، یک گروپ به کربن شماره 1 نه، یک گروپ هایدروکسیل به کربن شماره 25 نه، که بعد به کربن شماره 25 به اصطلاح گروپ هایدروکسیل وصل میکنه و کلیه به کربن شماره 1 گروپ هایدروکسیل وصل میکنه. دقت کنیم 7 دی هایدروکلسترول در ترکیب جلد وجود داره، شعاع آفتاب با نور ماورای بنفش خب به جلد میتابه و ویتامین دی 3 تولید میشه. میتونیم شما ویتامین دی 3 از طریق دایت یا رژیم غذایی هم بگیریم، ولی این وارد کبد میشه، در کبد کربن شماره 25 از او OH وصل میشه و به نام 25 هایدروکسی کلیکلسیفرول یاد میشه و باز میره به کلیه ها، در کلیه ها تحت تاثیر هورمون پاراتایروئید به کربن شماره 1 از او به اصطلاح گروپ هایدروکسیل وصل میشه، میشه 1 25 دای هایدروکسی کلیکلسیفرول یا اون ویتامین دی 3 که در به اصطلاح وظایف مختلفی متابولیک نقش داره، جذب کلسیم و فسفر سر از داخل روده ها و از داخل عظام بالا میبره، سوی کلسیم خون حفظ میکنه و میتونه از طریق به اصطلاح عمل کتابولیزم میتابولیت ها از عضویت انسان اطراح بشه. خب بحث بعدی میکانیزم تاثیر اینه که پیشتر گفتیم جذب آسان کلسیم و فسفات از روده کوچک و کاری میکنه که کلسیم از عظام حرکت کنه و دوباره کلسیم از کلیه ها جذب بشه. ویتامین دی همچنین ویتامین دی تمام اشکال از چی آمپول چی کپسول چی گرانول از طریق خوراکی قابل تطبیق هم، آمپول از طریق زرق عضلی هم استفاده میشه و چون ویتامین ملحن در شم می باشه برای جذب از او موجودیت صفرا ضروریه، برای مریضایی که افزایش سویه کلسیم خون دارن و برای مریضایی که دارای کلسیفیکشن های متاستاتیک به خاطر کانسرهای متاستاتیک هم این مزاد استدباب می باشه. چون ویتامین ملحن در شمع به خاصیت تراکم و ذخیره داره، اگر توصیه بیش از حد از این برای مدت طولانی صورت بگیره ممکنه که باعث تسمم یا سمیت بشه. نشانهای تسمم یا بیشتهی دلبدی، استفراغ و اسهال، کاهش وزن، افزایش حجم ادرار، عرق و سردردی، بیحالی، سرچرخی، تشنگی و بالاخره غلظت کلسیم و فسفات در مسمومیت ویتامین دی هم در پلاسما و هم در ادرار بلند میره و باعث افزایش غلظت کلسیم پلازما و به اصطلاح ادرار میشه. بحث دیگه بحث مقدار توصیه از اینه، مقدار توصیه از این خوبه که این دوا اولا خود روغنهای معدنی تجویز نشه چون روغنها ویتامین منحل در شمع به طرف خود خوکش میکنن و جذب از جلوگیری میشه. معمولا برای جذب بهتر همراه با شیر توصیه میشه، هرچند میتونه که به غیر از او هم توصیه شه. اشکال زرقی از او امروز پیشرفت کرده، تنها برای روش عضلی نه بلکه حتی آمپولای اورال یا خوراکی ویتامین دی هم وجود داره که محتوی آمپول به شکل یک محلول قطره خورده میشه. مقدار استعمال در وقایع روزانه 400 واحد بین المللی می باشه و برای تداوی دیگه فرق میکنه، برای تداوی برای بزرگسالان 800 واحد روزانه و اگر وقایع شدید باشه امکان داره به مقدارهای بالاتر هم نیاز باشه، چنانچه برای
روی کمبود ویتامین دی که به خاطر سوء جذب یا به خاطر بیماری های مزمن کبد ایجاد میشه، میتونیم تا 40,000 واحد روزانه هم برای بزرگسالان توصیه کنیم که نظر به مریض باز مقدار دوا متفاوته. خب بحث ویتامین ها تا می قسمت ویتامین دی ختمه. به لکچر بعدی راجع به انواع دیگه ویتامین و تا یک اندازه هم راجع به منرال ها صحبت میکنیم. اگر سوال راجع به درس های گذشته و درس ویتامین ها داره میشه که در پورتال دانشجویی مطرح بسازیم، به اسرع وقت به او پاسخ داده میشه. مواظب خود باشین، موفق باشین، خدا نگهدار شما.